یکی از موضوعات مهمی که احزاب و سازمان‌های مبارز بهش می‌پردازند، جبهه بندی یا تعیین و تعریف جبهه خلق و ضد خلق یا دوست و دشمن مردمه. در ایران ما طبعاً یک جبهه مردم ایران و در مقابل آخوندهای حاکم هستند. اما قضیه به این سادگی‌ها هم نیست. سوال اینه که با چه شاخصی میشه گفت یه رسانه، فرد یا یه گروه تو جبهه خلق قرار داره و اون یکی ضد خلق؟ پاسخ رو میشه با 4 شاخص به دست آورد. یکم، اول باید پرسید شعار اون گروه یا فرد چیه؟ آیا اصلاحاته؟ آیا فقط آزادی پوششه؟ یا شعار و هدفش سرنگونی ولایت فقیه تو ایرانه؟ دومین سوال اینه که این شعار رو چطور میخواد محقق کنه؟ آیا سرنگونی نظام ولایت قراره با تکیه به حمله خارجی محقق بشه؟ یا با تکیه به سپاه پاسداران؟ یا تظاهرات سکوت و خشونت پرهیز؟ یا نه، با نبرد و مبارزه توده‌ای و قهرآمیز؟ سوم، اصل وحدت نیروها. این اصل یعنی اگه کسی به اسم مخالف نظام به بقیه گروه‌ها و جریانات حمله می‌کنه یا شروع کننده جنگ با اونهاست، نه تنها در جبهه مردم نیست، بلکه به احتمال زیاد تو جبهه آخوندهاست. پس در میدون نبرد و مبارزه، حتی اگه با افکار یا روش دیگران موافق نباشیم، وقتی دشمنی مثل ولایت فقیه در برابرمونه، حق نداریم تمرکز رو از روی اون برداریم و به دیگران حمله کنیم. چهارم، اعتقاد به رأی مردم به عنوان تنها منبع مشروعیت. یعنی آیا فرد یا جریان مربوطه حامی انتخابات آزاد و رأی مردمه، یا قصد داره مجدداً کسی رو به شکل مادام العمر بر اریکه قدرت بنشونه؟ بله هموطن، با این 4 شاخص میتونی تشخیص بدی چه کسی واقعاً تو جبهه مردمه و چه کسی نیست.